به نام خدایی که نهایت خوب و مهربان است، السلام علیکم وقت همهتان بخیر. امیدوار هستم که خوب و سرمند باشید، هر کجایی که هستین لبتان پر خنده باشه و زندگیتان با برکت. به نام رنگ زندگی با من سالات. البته صبح وقت است که تازه آفتاب طلوع میکنه و امروز هم آمدیم به خاطر ثبت برنامه رنگ زندگی و طبق معمول امروز قرار است بریم به پیش رفیق ما که سلطان پلو نام داره. کسی که قابل پلو است هیار در شهر بازار آماده میکنه. سلطان پلو امروز قرار است کنار رفیق ما باشیم، هم از تهیه و آماده کردن قابل سلطان پلو براتون برنامه میگم، کمی که در مورد کاروبارش صحبت میکنم. پس امروز ما همراهی بکنیم و طبق معمول باز هم میخوایم که از طریق برنامه رنگ زندگی دلکایتان چرب و روغنی بسازیم. مینمام رسیدیم سلطان پلو. چقدر نامش قویه سلطان پلو. السلام علیکم، خوب هستین؟ صحتتون خوب؟ جان تانجور؟ خیر خیر است، شکر خدا. صحتتون خوب است؟ شکر است، بخیر باشید. صبح صبحتون بخیر. عاقبت بخیر است، شما بخیر. چی حال دارید؟ سلامت باشین، کاملا جور و تیار و صحتمند سر حال هستم و خدا رو شکر که سر کار گیرتون کرد. شکر خدا، زنده باشین. تشکر. اول خوب است که یک با هم معرفی شیم، باز بخیر یک کار را شروع میکنیم. اسم فواد است، مسئول سلطان پلو. فواد جان دیگه بخیر. امروز دوست داریم که کنار شما باشیم و سلطان پلو که زیادتر در بین مردم شهرت پیدا کرده و همگی از شما تعریف توصیف میکردن، امروز خواستیم بیم همراهتون باشیم، هم آشپزی بکنیم هم همتون کار بکنیم و هم چاشت از این سلطان پلو نوش جان بکنیم که چگونه آماده میکنیم، چه قسم پخته میکنیم و چی روزایی است که نام سلطان پلو قدر زیاد در بین مردم پیدا شهرت پیدا کرده. زنده باشین، خوش آمدین، تشکر از اینکه بیادر ما را شما قدر و عزت دادین، آمدین قدم رنجا فرمودین. بسیار زیاد تشکر از زحمتایتون، از کارمندان تلویزیون آرزو، از برنامه خوبتان دیگه. خوش آمدین، انشالله بخیر که خیرش چیزی که از انشالله میبینین آیست آیست در لابلای برنامه یا دلابلای کار ما شما هم میبینین که چه قسم پخته میشه و چی رازه هست. باز آیست آیست شما هم میفهمین و بینندگیتان انشالله میبینین. بسیار خوب، بسیار خوب. پس دیگه شروع کار از لذت کردن پیاز است. انشالله از شما کار شروع کنیم. باز مایستو سوال کردن ما از پیشتا صحیح است. خوش آمدین، زنده باشین، انشالله سلامت باشین. یک سوالی که مزم میگی میپرسم، آشپزی را از کجا یاد گرفتین، چطور یاد گرفتین و چطور علاقه من چون که باید پلاو پخته کنین و آشپز شوید؟ آشپزی را از ابتدا پدرم مسلکش آشپزی است و ما هم بدر میره که یاد گرفتیم، پیش پدرم یاد گرفتیم و طول 7 سال میشه که می کار است. امروی پدر جانم هستم و استادم پدرم است و امروز شکر پدر هم افتخار میکنه که ما امروز برش بازو شدیم و مو کسب و کار از او را رایش ادامه دادیم و ادامه خواهد دادیم. حاجان چطور انگیزه شد که باید در داخل شهر کراچی داشته باشی و پلو سیار آماده کنی برای مردم؟ و این یک چیز بوده که ما چند بار دوکان گرفتم، دوکان کرایی، دوکان بود کرایی، چون دوکان از خود نداشتیم. از کار پس نمونیم؟ برو پس نمونیم، انشالله میرسیم در کارم دیگه. اکثرا امروی کسایی سر خوردیم که دوکان از پیش کرا گرفتیم، یک سال امرویش کار کردیم، سال دوم کرایش بلنگ برده، سال سوم دیگه براش بکار شده، خلاصه یک کس دیگه پیدا شده. بالاخره در هر حالت دیدیم که زجر کشیدیم، نقص کردیم. 4 تا مشتری که پیدا کردیم، با صاحب دوکان به ما گفته که بیادر دوکان به خود ما بکار است یا بر بچه ایم بکار است یا بر ایزی بکار است. بازمی کراچی هم قسم بیادر به نظرم خوب معلوم شد که ایزی که امیر بیگیرم یک چیز خوب باشه، یک چیز بهتر باشه و کس بالا ایزی اعتراض نگیره. تانستیم که کراچی رو جور کنیم و قسم هم جورش کنیم که داخل ازی همون کار رو خدا بکنیم و نه خاک، نه میکروبه، نه هم خاکبات هفته و باران
در هر حالت نباید کارم متوقف شود و در هر جایی هم که صد کنیم کس اعتراض هم نباید بگیره، به خاطر اینکه اکسس رو ببینید اعتراض هم میگیره، فقط حرکت جای تغییر بده. حرکت کردنش به هر صورت تو حرکت کردنش مشکل نداره، اما از لحاظ پاکیش سی بودنش از این لحاظ ما زیادتر توجهیم دی بوده که اکسس پاک باشه، یک نفر ببینه خوشش بیاد، نه اینکه بیادر ببینه در سر سرک خاک پر است یا بیادر کدام میکروبی هست، مگس جمع شده، نه، یک چیز پاک، سطره، صفا، تایی بتونیم که برای یک نفر یک چیز را بتیم هم اون نفر خیر ببینه، صحت من باشه، هم ما خیر ببینیم که کار نیک کردین، به کار براتون برکت باشه. مقصد کمک کمک زودتر پیاز ریزه کنین که ما از صبح نان نخوردیم، منتظر چهار شستم انشاءالله بخیر کده، خیرش شما هم ادامه بتین با اشتیاب، باز بخیر کده، خیرش انشاءالله قابلی رو نوش جان کنین، ببینین که لذت و مزه سلطان پلاو به یادتون میمونه انشاءالله، که تعریف شب بکنین و زحمت کشیدین به زحمتتون بیارزه انشاءالله بخیر. خوب دوستا عزیز، خالجان دیگه پیاز ریزه میکنم، من هم امروشون کمک 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 میکنم، باز آشتی تو بخیر پیش میریم طرف غرفه، باز مطابقی کار داشته بخیر امروش ادامه میتیم. زای سبک سبک شه ما می واردارم گرنگایش خودت دیگه، با خیر شروع می کریم. از گاز استفاده می کنیم، گاز که کم خوبتر است، دود نداره، نظر به می غرفه ما گاز بسیار مناسب است تا ای که بتونیم راحت تر کار کنیم. از کدام روغن استفاده میکنیم؟ به خاطر از روغن زغر استفاده میکنیم، امروی پنبه دانه که هر دویشو مکس میکنیم، بسیار زیاد شیرین هم میایه و بسیار بامزه هم میایه. وقتی که خوب صحیح سرخ شوه این قفایی که در رویش میبینین ای از بین میره، به خاطر خامی که بوده خامش هم پخته میشه. چطور میفهمی قفش گم شد دیگه؟ باز میفهمی که روغن داغ شد؟ بله، قف گم شده، وقتی قف گم شد خود ازی باز روغن دود میکنه کمه، وقتی که دود کرد باز وقت آماده کار میشه. روغن حال داغ شده، بویش هم برآمد و امو دوده که برات میگفتم اونو میبینین که امو هم بیرون شد، یعنی بسم الله گفته و خیر کرده، خیرش گوشت هم اندازیم یا کاما که استار بیرون که نپره برکن. بفرماین باز جور که رفتیم اول جور رو میندازم، باز گوشت میندازم، چطور کسر جور رفتیم؟ خب هر کس شیوه کارش متفاوت است. خب ما این قسم بیدر قسم خواستیم که کار کنیم، کار ما متفاوت است، شاید با دیگر ها فرق داره. این که خودت گفتی کسی گفتی پیاز رو میندازه ابتدا و بار اول است که میبینم گوشت رو میندازه. پس وقتی گوشت رو میندازی گوشت یک بار سرخ میشه، وقتی که سرخ شده که امو نرمی خود بر خود زودتر نرم میکنه، یعنی سختیش از بین میره و نرم میشه دیگه، در پولی ازی که نرم میشه کیفیتش خوبتر میاد، شیرین میاد مزه و کیفیتش. خب
بله فرق داره. دلایلی که بعضی فامیلیا مردم بهتر حساب میکنه یگان فرق داره. هر کس یگان رازای داره، یگان نواری داره. ها چون که ما بابا رقم بهتر به می سیستم پیش میرم. دیگه اینا کسایی هست که پیاز هم اندازه، پیاز هم اندازه زیاد با سرخ میکنه میگه سرخ میکنه سیاه میشه و او کسایی که باز میخورن بعضا میگه که والا برنج بخورم تکلیف میده دارم یا میدیم درد میکنه. خب درست است برنج ثقیل است، اما بعض آشپزا از دلیل که پیاز زیاد سرخ میکنه بازو به انسان کم و بیدر به میدهشون ضرر میرسه. همین چیز سرخ کرده بیشتر به کسی که مشکل ندارم با جا ضرر. بله بله بله. گوشت برای دو سه دقیقه یک چرخ میتیم که همه که رنگش تغییر کنه. از حالت سفیدی میبرایه به یک رنگ سرخ رنگ که خودش معلوم میکنه که حالا در جان از این گوشت یک همه که روغن داغ کار کرده. و حال نوبت پیاز میرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. اینه. انشالله بخیر. اینه باز شما این وقت گوش رو دفتن. چه قسم از شما؟ اینه حالا دیگه شما عادت نکدین. از بخاطر سبت برنامه بخاطر دوزک مزه گیریه میگونم. آه پس حالی گیریه ما خلاص شده، دوران گیریه میکردیم تیر شده، حالا به گفته اون مردم چشم سفید شدیم. کم و بدر بالای چشمای ما کار را میکنه. کسایی که نو میای ابتدا برشان کم گرنگ تمام میشه. ازی که پیاز خودش یک تلخی داره، وقتی که در برنج مندوزی هم این تلخیش مبرایه و توسط اینمی تف در چشمت میزنه. خواه از همون خاطر باز چشمایت یک کم سرخ میسازه و عشقکایت هم میایه. یعنی عشقوز میگه دوستانه با مزه میده. آه چون میگن بی زحمت راحت نیست، تا که زحمت نکشی. تو پال دیگه بر چند دقیقه میمونی مکسر و نرم شده؟ بر چند دقیقه کی نرم شده. نه سرش باز باشه، اگر ماندی در رو باز میسوزه، گردای پیاز میسوزه، چون آتش حرارتش تیز است. دیگه به این حالت نمیتونی که باز سرش متوجه اگر نباشی در رو باز میسوزه. وقتی که سوخته خود برنج باز سوخته بوی میته. دیگه بعض مشکلات رو پیش میکنی. دوستان متوجه بشن کسایی که میخوان سوختان خراب بوده کنن. خب یکی وقت برنج وقت اوروغن که میگیم ما، یعنی پیاز که مندازی در این وقت باید دقیق متوجه بوده باشی که نسوزه و شور بتی، تا اینکه پیاز به مراحتی به مو سترگی بدر پیش بره پخته شوه. اگر ما اون دیانده که غفلت کردی تیز میسوزه در این حالت. یکی وقت او روغنش هست که پیاز چزار مندازی، یکی وقت دم کدن است. در این دو حالت باید دقیق بوده باشی که خوبتر بهتر کوشش کنی که امو زحمتت اما پول که مصرف میکنی نشه که ادار برای یک نفر اگر بخوره. پولی که باز مشتری هست پیش خفه مشتری میگم یک نفر که بخوره، یک مشتری که بخوره باز میگن که سوخته بوی میته یا دود بوی میته. خواهی تو یک مشکلات وقتی که این مشکلات گفت طبعا وقتی نفر کار میکنم که در زحمت کشیده یک ساعت و دو ساعت و سه ساعت و چهار ساعت زحمت که میکشی بعد از اون کلگی شایف میشه، آدم هم تو مایوس میشه. دیگه نمیتونی که امو افتخار بکنی، به جای افتخار ذلیل میشی. پس از اینکه خدای نخواسته ذلیل شوی و خودت بر خود یک حالت اینمی است که باز کارت شکست میخوره. بله بله اونو هم شکست میخوره. از اینکه حالت بر مایوس کننده بر خود بیادر به وجود بیاری، کوشش کن در وقت کارت متوجه کار بوده باشی، دقیق باشی.
تازون حال دیگه به خچ میکن تیار شده حالا آماده نشده کم او من دازیم تا اینکه پیاز خود خوبتر نرم کنه وقتی که کم او اندختی باز پیاز خود نرم میکنه قسم میسازه که داخل امی گوشت امرای پیاز او شده میره اگر مکمل او بندازی پیاز باز امتو زنده میمونه این پیاز هایی را که میبینین دیگه ای آیسا آیسا باز او میشه بخاطر ازی که کم او بندازی در سر روغن و بر چند دقیقه که موندی پیاز میده میده خود نرم میکنه او میکنه گم میکنه بسیار زمانی که ما پابلی میخوریم پیاز باز دیده نمیشه در بین پلا خب اینی است که وقتی که او مندوزی یا ایسا ایسا چی میکنه خود او میکنه چون خود پیاز هم او است از اینکه یک ذره حرارت زیادتر برش کار داره پس چی میشه خودش او میشه یک شورش بتین باز آب مندازیم آه تو چند دقیقه دیگه باید گوشت روغن ما همونطور داخل آتش باشه برای یک ساعت دیگه میمونه یک ساعت دیگه بله. تا خوب نرم شوه و علیم شوه حالا بخیر سرش را بسته میکنیم تا ای که گوشت میده میده امیر باز او روغن میگن بله امیر او روغن میگن هم بخش مهمش امیر است بله بخش مهمش این امیر است که او روغن به مونای نظیمی است این حالا بخیر سرش را پت میکنیم یک وقفه میگیریم گازش را کم میکنیم زود دوباره بر میگردیم مقصد ما را فراموش نکنیم حالا گازش کم کردیم و میده میده این حالا جوش میکنه تا گوش خودش نرم شه آتش شان برابر است حالا بخیر دیگه فقط یک وقفه کوتا بگیریم تا وقت یک گلاس چای بخوریم دیگه خستگی های شما مرفع شه و گوش هم آماده میشه انشالله دوستا فراموش ما نکنیم امروز بخیر سلطان حلو حتما تو با ما با کیفیت میاری انشالله بخیر که خیرش دست شما خورده و شما زحمت کشیدین انتظار ماندین خود انتظاری یک میگن انتظاری بحر شیرین بحر شیرین داره و یک کیفیت خوبتر باز احساس میکنی که حالا من یک چیز را میخورم در انتظارش هستم و او را بسیار به شوق و ذوق میتونی که بخورید حالا بخیر گوشت آماده شده نرم شده دیگه نرم شده حالا وقت است که باید کشمش زردک بندازیم ابتدا کشمش اول زردک بندازیم اول ابتدا زردک باید بندازیم که و زردک خیلی در پلاو مزدار هم میاره شیرین هم میاره با زردک زردک این فصل زیاد شیرین هم هست فصل زردک هست خب چون تازه است دیگه نرم است در جوزا که میشه با زردک های مبرای بسیار سخت دیگه او را باید یک یک ساعت بجو شدیم حال نوبت کشمش رسیده بخیر کشمش را بندازیم چقدر برنج است و چقدر کشمش زردک گرفتیم برای از این؟ کشمش زردک کشمش خود 2 کیلوسته زردک هم 5 کیلوست دیگه برنج هم 10 کیلوست خب چقدر گوشت داد باشه؟ خب متفاوت است هر کس هر مقدار رو مندازه بعض اوتلای است که اگه 10 کیلو برنج است 10 کیلو گوشت مندازه بعض اوتلای است که 10 کیلو برنج است
15 کیلو گوشت است. نظر به فروشاتشان، نظر به موقعی که کار میکنن فرق داره. چون از ما که زیادتر 80 تا 98 فیصد زیادترش بلکه کلگش کسایی که اسم دکاندار است گرفته میبرن. خواهد اینجا یک چیز باشه که باید گوشتش کمتر و برنج زیادتر که چارهشان شد چون کسا با کار هستن در طول روز کار میکنن و اینا نمیتونن که در یک روز یک نفر 300 یا 200 رفته نان بخورن. حالا میمونیم بر چند دقیقه سرش بسته میکنیم، بر چند دقیقه میمونیم که می کشمش همراه چند دقیقه چند دقیقه یعنی اون کسا دوست دارن که پخته کرد با چند دقیقه شما رو چه قسمت بزن حد بزن فکر کو امی بر 15 دقیقه بر 15 دقیقه برای میمونیمش که تایی که امو زردک کشمش جوش کنه امو شیرنی و کیفیت خود بکشه با هم میکس شود وقتی که کشمش زردک شیرنی خودم میکشه پس برنج بسیار بامزه میه. اگر فعلا هم بعض کسایی هست که وقتی کشمش زردک انداخت دفعتا باز در سرش برنج مندازه اما برنجش با او کیفیت که او میخواه نمیه. پس بخاطر ازی که یک کم خود کشمش شیرنی داره که بکشه خواه زردک شیرنی که داره میکشه گوشت از کلگیش امروی کشمش کشمش امروی زردک کلش با هم یک جمع در مجموع کلگیش یک جای میشه و مزه یکی دیگه خود با هم مخلوط میشه کش میکنن و تای بسته بکنی که بخیر قریب از نزدیک چاش میشین که باز خوابید ما زودتر آماده شده انشالله بخیر حتما مشتران دیگه منتظر است انشالله انشالله امروز بخیر کلگی منتظر است که دین محمد جان میاد بخیر با کمرایش غرفش که امروز یک غرفه جدید را به مردم معرفی میکنه اینه دروازش کش کنیم که دیگه همروز امو مساله است که برش مندازیم امو کیفیت کار که میکنیم اونمو همروز ادامه داره ایل است خواه امروی گشنی چه خشک یک مقدار ایل مندازیم امروی گشنی چه خشک ای که است بازم این برنج یک خوشبویی براش میده حالا از زیره است دیگه دو رقم مساله دیگه داریم دیگه اینا اینا کاملا مربوط سلطان پلاو است و این مساله است که خود سلطان پلاو تهیه کرده دیگه اینا ترکیب زیاد داره این زیره است نه این را معمولا کلگی میدانه که زیره به خاطر برنج است چون دیگه دیگه چیزهای هست که او را برتان نمیگم تنها زیره نیست دیگه هفت رقم چیز دیگه وجود داره فقط بنام زیره برتان میگم او راز باشه اگر دوستان باز تقاضا کرده چطور کنید؟ باز تقاضا کرده کسایی که باز در خانه کسایی که در خانه باز میخواین پخته کنن در فامیل برشان ما هم کاری میکنیم جور میکنیم برشان میتیم زحمتش بله اینا از سوزای هست که مساله هست که کس قدر نمیدونه یعنی کشمش در حالت جوش است و این مساله سلطان پلاو و این هم مسالهش است که اضافه میکنیم سر از این کشمش زردک پیش از این که برنج دم کنیم این را مندازیم ترکیب از این گشنیچ است، گشنیچ تازه، نوش پیاز است، کاهو است، پیاز است، پیاز سفید یعنی دیگه دو نوع پیاز است، مرچ است، دیگه بادرنگ است، بادرنگ است، یعنی در مجموع مولی سفید است، یعنی شش هفت ترکیب داره که برای جورش بکنیم
که اضافه میکنیم. داخل هم فقط نارنجا رو برش پاش میتیم تا اینکه داناش داخل از این نره که باعث آزار اذیت مشتری ها میشه. و این سلاته دیگه میفهمی که سلطان سلاته است، همه چیزش باید سلطان باشه نه؟ حالا ماندک فقط نمکش. این حال وقت است که باید یک گدوت کنیم، مکس کنیم. وقتی که با دست مکس کنی طعم کلگیش باید که دیگه تچ میکنه. حال خلا شده که سلاته آماده شد دیگه، بخیر حال میریم برنج هم بندازیم. حال نوبت برنج است، برنج هم بندازیم بخیر دمش کنیم دیگه. آه بخیر باز کرد خیرش دیگه، بریم کراچی رو تیله کنیم که بسم الله الرحمن الرحیم. حال بخیر کل چیز ما آماده است، گوشت، زردک، کشمش، مساله ما همه مخلوط شده. حالا بخیر آماده ازی هسته که برنج رو بندازیم دمش کنیم دیگه، انشاءالله بخیر بجان جور بخوریم. برنج ها معمولا در هتل ها که امروز شما میبینین یا برنج هندی است یا پاکستانی، و دو نوع برنج هست که برفعلا در بسته ساعت بازار شهر افغانستان مورد استفاده است. آشکر چیز درست است. و برنج اول میگیریم که هم در پخته کردنش هم در حساب فروشاتش برنج کونه. از دیگر دوستان پرسان کرد من این سواله چرا برنج وطنی کار نمیکنن؟ مزار شده که افغانستان برنج نداره که در مقابل برنج خوبتر بوده؟ از برنج وطنی هم بعض هتل ها استفاده میکنن، اما برنج وطنی در بعض هتل های نمیشه که یکی ده دقیقه بعد میاد، یکی 15 دقیقه بعد، یکی یک ساعت بعد. وقتی که تال خورد برنج وطنی خود نرم میسازه، مثل شله میسازه. آه برنج وطنی، آه مشکل برنج وطنی بهترین برنج است. برنج وطن ما و شما شیرنیش مزهش از اینکه بسیار بالاست. وقتی که برنج وطنی رو بخوری هر قدر بخوری بازم سر معده فشار نمیاد و زود هضم میشه. خب برنج پاکستانی امی که در مقابل از اینکه در دیگ دوام پیدا میکنه و همون تو استفاده از خاطر از اون میکنیم در معده ما رقم دوام دار بس میمانه تا اینکه زود گشنه نشی. حالا هوا مندازیم که باز بخیر نمک اضافه کردیم و حالا هوا بندازیم در جوش بانیم تا یک خیر سرش رو پت میکنیم. وقت است که باید دم بگیره بر 40 دقیقه. دو
دوستو عزیز، دیگه سلطان بلو آمده است و بعد خروز ما بریم به طرف بازار به خاطر مشتری ها. انشالله بخیر، حرکت بخیر، انشالله بریم. بیا که بریم بخیر، نواخت هم شده، نواخت شده خو، بیا که بریم بخیر، توکل به خدا، مشتری ها منتظر نمونه. بسم الله. مشتری هم دیگه آمدن، منتظر هستن که امروز ما نوخت کردیم کمه یکی گیره بار شوارم زیاد شده دیگه خاطر مردم آرائی فروش ها اکثرا زیادتر دوکاندار هاست، میان 100 افغانی، 1.5 ساعت، 200، 300، نظر به تعداد کارمندایش از دوکاندار هاست. دیگه کسایی که اینجا گرفته میبرن 100 افغانی یک خوراکش در یک بار مصرف برشان میتیم، گوشتار البته و امرای نیمه نان. 60 افغانی برشان به گوشت میتیم، امرای نیمه نان، سلاته داره، لوبیا داره، یک دونه قاشق داره. نوبتش رسیده که بخیر کده، خیرش اشکامه که خودتام سیر شوه و از مزه و لذت سلطان پلاو خودتام مستفید شوی و بقیه دوستایی که هست از پرده تلویزیون میبینه مقصد او دان از نار نبری وقت خوردن که با سبا زنگت بزنه. توازن از این بیشتر من نمیتونم صبر بکنم، واقعا دان ما پر شده رئیس. دیگه فقط یک چیزه که سبک دو نفره برام میگه که انشالله بخیر بار اول از دوش جان بکنیم سلطان پلو، باز برای دوستا و باز برای خودت میگم که چطور بود پلو انشالله مقصد اگر خوبش نبود پیسه نمیدیم. خوش آمدین، خیر میبینین. فرمانتا قابلش نداره از اینکه شما بسیار به زحمت شدین و گوشنا ماندین، میفهمم فکر میکنم که بسیار زیاد گوشت نه به خاطر ما که یک طعم خوب، یک بوی خوب داره که نشه دیگه طاقت بکنیم. بویش شما بسم الله الرحمن الرحیم منتظری زیاد کشیدین. بیاین شما هم بخیر نانک تانو بخورین، اگه شکمک تانو سیر کنین. خب حالا ما خب میرم نوش جان کردن، باز از خود دور میشیم چطور گفت هست؟ شما نوش جان کنین، من نمیتونم که امروز شما امروز نام بخورم به خاطر ازی که چون وقت هست، وقت کاروبار هست، مشتری هست. خب هست خیلی ما میکنم بخیر نام نوش جان کردن، بود دوباره پیشتان میاییم بارین بشین، ما براتون میارم که از شما یک پذیرایی بکنم. نه من خب بگیتر میرم خیلی هست خیلی بارین پیش پیش بارین بسم الله. خب از این که پاواجان مهربانی میکنن، لطف میکنن، گفتن باش که من آن براتون بیارم. دیگه بر ما جای بسار همونطور غریبانه و وطنی جور کرد. وطنیه. حالا میگم میرم میشنیم نان نوش جان میکنیم، حتما براتون مزمیم که سلطان پلو چطور است. از ما کنگی بردنی هستی که شما آمدین، ما نتونستیم سی قدر و قیمت و خب اینمی هست دیگه، پلو سیار با سیار خورده شده.
خب دوستا عزیز، دور از دلتون به هر گوشه و کنار سرزمینی که برنامه رو بیننده هستین، ما دیگه سلطان پلب آماده شده و لطف مهربانی کرده پاوزون که مهمان نوازی کرد برمان رو شعبه و همه چیز تیار کرده. ما دیگه نوش جان میکنم. باز شما هم میتونین از پرده های تلویزیونتون، صفحه های تلفونتون، هر کجایی که بیننده هستین دلکتون رو چرب کنین. ما بیشتر از این منتظر مانده نمیتونم و من نوش جان میکنم و ببینم که مزه سلطان پلو چطور است. خوب از رنگ رو خوب قبرش معلوم میشه که واقعا خیلی با کیفیت است و گفتیم یک نوع مسئله رو اضافه کرده بود که بویش یعنی ساهر مکمل گرفته. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا بسیار بامزه است، بسیار زیاد بامزه است. گفته بعضی بسیار زور پلو است. سلطان پلو واقعا خیلی بامزه است. آها از بیننده جهان سپاس از اینکه تا حال مرا همراهی کردنی بود برنامه رنگ زندگی امروز که تقدیمتون شد از سلطان پلو. واقعا پلو بسیار بامزه، بسیار با کیفیت است. تا برنامه دیدار بعد که بازم انشاءالله و رحمان خدمتتون حضور پیدا میکنم برنامه تقدیمتون میکنم. مر کجای که هستین شاد موفق پیروز باشین. فقط چهار روز زندگی است، برین قابلای خیلی خوب بامزه نوش جان بکنین. تا دیدار بعد پناهتون به خدا. خوش باشین.